با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر داریم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، این ویدیو رو با چند خبر فوری از اقدامات جدید رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین شروع میکنیم. منابع خبری از بمباران مجدد بیمارستان المعمدانی خبر دادن که اخیراً شاهد اقدامات هولناک رژیم صهیونیستی در قتل عام صدها مجروح و بیمار بیگناه بود. منابع عبری گفتند بیمارستان شفا کاملا تخلیه شده و ساختمان بیمارستان برای کشف تونل‌های حماس با خاک یکسان خواهد شد. این منابع میگن تانک‌های اسرائیلی بیمارستان قدس در غزه رو هم مورد هدف قرار دادن. همزمان با این بمباران، ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه الفاخوره رو هم موشکباران کرد. الجزیره به نقل از یک خبرنگار در این مدرسه اعلام کرده طی این موشکباران دست کم 200 نفر کشته شدند. به گفته این خبرنگار، تمام افراد داخل مدرسه پناهجوها و کودکانی بودند که طی حملات رژیم صهیونیستی از منازل خود آواره شده بودند. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان این حمله در دسترس نیست دوستان. تو برنامه‌های آینده اگر جزئیات بیشتری بود، حتما شما را هم در جریان قرار خواهیم داد. حالا این کلیپ کوتاه رو هم از الجزیره ببینیم. ساعتی پیش مقام پیشین موساد در گفتگو با این شبکه به موارد متعددی اعتراف کرد، از جمله زدن مورد به حماس و بیخولات שלו אף אחד לא תאר לעצמו שיעשה כזו מתקפה משולבת כל כך מוצלחת בראייתם ובמבחן התוצאה כמובן. עכשיו להגיד היום שכרגע במצב הנוכחי לעכשיו לעשות החלפת הנהגה, אני חושב שזה כרגע לא ריאלי. אנחנו לא במצב שיכול להגיד עכשיו רגע פוס, חמאס תעצרו רגע אחד, חיזבאללה תעצרו, חוסים תעצרו, כולם תעצרו, אנחנו עכשיו עושים בדיוק סידוד מערכות. זה לא עובד. יהיה זמן לעשות את כל הדיונים האלה לאחר מכן, אבל ברור לגמרי שאין פה אחד שנקי מכל הסיפור הזה, ובראש ובראשונה מי שהנהיג את המדינה הזו ב-15 שנים. اما همزمان با بمباران شدید غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، کانال 12 عبری از تظاهرات 20,000 نفری خانواده‌های اسرای صهیونیست علیه حکومت نتانیاهو خبر داد. شبکه تلویزیونی 12 اسرائیل گزارش داد که 20,000 نفر از خانواده‌های اسرای صهیونیست در بند مقاومت فلسطین در غزه با حرکت به سمت شهر قدس اشغالی از حکومت رژیم اسرائیل و نتانیاهو خواستند که در آزادی این اسرا تعجیل کنند. فعلا مقامات صهیونیست‌ها در این زمینه واکنشی نداشتند، اما یکی از اعضای حماس در مورد تبادل اسرای صهیونیست‌ها گفت در ابتدا و بعد از بسم الله الرحمن الرحیم جا داره که از شما تشکر بکنم، از شبکه افق و همه رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران که تلاش‌های وافری انجام میده برای حمایت از مسئله فلسطین و توضیح ماهیت این نبرد در فلسطین اشغالی و تمرکز بر تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه. حقیقتا ما از تلاش شما تشکر میکنیم. مقاومت صرفا امروز با سلاح نیست، بلکه همراه با دوربین ها و تصاویر و رسانه هست. ما به همین خاطر جا داره که از شما تشکر کنم بابت این موضوع. طی این یکی دو ساعتی که من اینجا بودم، در خدمت شما بودم، دیدم که شما چه تلاش هایی رو انجام میدید. اما در رابطه با آنچه که در غزه برای ما اتفاق افتاد، اولا من اهل اردوگاه جبالیا هستم در غزه و من احساس شرمساری میکنم وقتی که بخوام راجع به خانواده خودم صحبت کنم. من حق ندارم که فقط تمرکز کنم روی خانواده خودم، بلکه همه فرزندان ما در فلسطین و در غزه همین مصیبت ها رو دیدن و در هر خانه، در هر خانواده تعداد زیادی از شهدا وجود داره و تقریبا 65% از خانه های غزه ویران شده. من خودم 26 نفر از برادران و خواهرانم و فرزندانشون رو از دست دادم، اما هزار خانواده دیگر هست که ده
ها شهید رو تقدیم کرده. همزمان با این اقدام اسرائیلی ها، ارتش اردن هم در مرز با فلسطین اشغالی آماده باش اعلام کرد. مقامات اردنی از حرکت واحدهای زرهی ارتش این کشور به سمت مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی خبر دادند. همزمان با حرکت ارتش زرهی اردن به طرف مرزهای اسرائیل، منابع عبری زبان اعلام کردند که همزمان با حمله موشکی به فلسطین اشغالی از سمت لبنان، آژیر خطر در برخی مناطق از جمله کریات شمونا و مرگلیوت به صدا در آمده. سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، هم اعلام کرد با گروهی از نظامیان صهیونیست در منطقه شیخ رضوان غزه درگیر شدند و اونها را با RPG هدف قرار داده و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. این گزارش داغ رو هم در همین زمینه با هم دیگه ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا روستای خولا، پشت سر من روبروی من پایگاه المرج رژیم صهیونیستی در نزدیکی مستعمره مارگلیوت رو مشاهده میکنید که دقایق قبل مورد بخش پشتی این پایگاه مورد هجوم موشک‌های هدرشونده رزمندگان حزب الله قرار گرفت. رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این حمله مناطقی رو در روستای هولا مورد هدف قرار گرفت. این بود آخرین تحولات درگیری ها تا این لحظه که ما این ویدیو رو داریم براتون آماده می کنیم. اما انگار یه خبر داغ از قفقاز داریم. ارمنستان و آذربایجان بر سر اصول اساسی صلح توافق کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه آذربایجان و ارمنستان در مورد موضوعات اصلی به اجماع رسیدن، گفته که در نتیجه جلساتی که در بروکسل برگزار شد، توافق بر سر اصول اصلی مربوط به صلح حاصل شده. وی افزود این اتفاق با میانجیگری رئیس شورای اتحادیه اروپا شارل میشل رخ داده. ماه گذشته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره روند عادی سازی روابط آذربایجان ارمنستان در زمینه عملیات نظامی آذربایجان و تخلیه بیش از 100 هزار ارمنی ساکن قره‌باغ گفتگو کردند. اما حالا یه خبر برانداز سوز و اصلاح طلب کباب کن براتون داریم. معاون وزیر خارجه عربستان امروز عصر گفت برای تضمین ثبات در منطقه با ایران همکاری میکنیم. یعنی چی دوستان؟ یعنی اینکه لنگر ثبات این منطقه ایرانه و اگر اتفاقی تو این منطقه قرار باشه بیفته، ایرانه که تصمیم گیرنده اصلیه. معاون وزیر خارجه عربستان همچنان تصریح کرد به آتش بس فوری در غزه و پایان دادن به کشتار غیر نظامیان فلسطینی تاکید داریم. و اما در انتهای این ویدیو هم یک کلیپ پرفشار ببینیم از عصبانیت جیسون رضاییان، جاسوس آمریکایی، از آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران. گروگانگیری پدیده هستش که سابقه چند هزار سال داره، درسته؟ و هی بالا پایین میره. الان توی یه اوج هستش، خیلی بده و آره دارن موفق میشن چون هیچی جلوش نیست. حتی چند تا از کشور دوستانه ما، ترکیه، مصر، عربستان، از این کار زیاد میکنن، ولی دیگه فعلا تا وقتی که یه به قول خارجی ها یه deterrence measure نداشته باشیم ادامه پیدا میکنه. چه میتونه باشه این مکانیزم مقابله یا دترنس به قول شما، چه میتونه باشه که واقعا جواب بده؟ ببین فرق میکنه، چون هدف فرق میکنه. برای ایران جمهوری اسلامی دنبال پول بلاکه شده، درسته؟ و هر دفعه که یه منبع پول هستش که خودشون میگه که خب اون مال ما هستش، ما میبینیم گروگان میگن. ولی شاید نباید بلاکش کنیم، شاید باید بگیریمش، ولی تا وقتی که این پول بلاکه باشه دوباره میبینیم مسئله گروگان گیریم. اصلا گیریم که حرفتو درست، یعنی یکی پیدا نمیشه به این بگه بابا کلی از این پولا به خاطر توی بزمغز پرداخت شده، توی که نتونستی کارت رو به زعم خودتون درست انجام بدی و اینجوری خرج گذاشتی رو دست اربابات. ولی به نظرم اینو خیلی گرون حساب کردن ها، نمیارزه. خب مثلا تحریم ها که ما داریم علیه ایران مستقیم با اونا که گروگان میگیرن تمرکز نیست، درسته؟ اینو با مقامات آمریکا، چون مطمئنم با شما در تماس بودن به خاطر اینکه خودتون گروگان بودن، سالها داری هستش که مطرح میکنم. چی از واکنششون وقتی بهشون این پیشنهادتو میدید؟ ببین میگن که ما انقدر تحریم علیه ایران داریم، خب چرا باید یکی دیگه اضافه کنیم؟ خب ولی نظر شخصی من اینه که این تحریم ها
توی کل روی کل اقتصاد ایران هستش، ولی مستقیم با هیچ شخص نیست. خب باید این هدف پیدا کنم و مجرم پیدا کنم. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.